سلام به یه ویدیوی خوش اومدید. آقا اگه میخواید بدونی که چطور این ایموت رو باید بگیرید توی مود جدید کلش رویال که میدونید پس آف لجند الان دیگه مگا دراف شده و برای اینکه بتونید توی این چالش در واقع یه نکاتی رو یاد بگیرید باید این ویدیو رو تا انتها نگاه بکنید، حتما چنل سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک کنید و حتما این کامنت هم بذارید که دمتون گرمه. آقا یه سری نکات هستش که قبل از اینکه بخوام شروع بکنم ویدیو رو باید بهتون بگم. ببینید توی این چالش اصلا نباید جلو مثلا دنبال ترکیب خاصی باشید، باید ببینید حریفتون چی برمیداره بر اساس اون کارت ها انتخاب کارت انجام بدید. مثلا یه نکته وجود داره، مثلا یه همی بیدید حریفتون پکا برمیداره، باید دنبال یه کارتی باشید که جلوی پکا رو بگیرید، نباید مثلا دنبال حالا مثلا یه دیکی باشید که حالا بهتون خوش بگذره یا چه میدونم به جنبه فان میخواد بهش نگاه بکنید، نه باید اون کارت حریفتون رو حتما یه کارت زد در بوده مثلا یه پکا میگم برمیداره، اگه یه اینفرنو تاور یه اینفرنو دراگونی یا چه میدونم کارتایی که میتونه پکا رو بزنه اونو حتما حتما یه دونه کارت از اون بردارید و بعد شروع بکنید به کارتای حمله ای و چیزی که مقصودون طراحی میکنه. حالا توی ویدیو بهتون میگم چطوری. مثلا اینجا یه ایموت دیگه داره که اینم خیلی جذابه، مثلا بخوام بهتون نشون بدم. آها این ایموت خیلی با ارزشه، حتما حتما اینو حداقل بگیرید، اگرم نشود که این سیزن اینو بگیرید ولی حداقل اونو بتونید بگیرید و فکر میکنم که کار خیلی آسونی باشه با این نکاتی که بهتون قراره بگم. بریم که شروع کنیم ویدیو رو. ویدیو قراره خیلی بمب باشه، حتما حتما تا انتها همراه من باشید. خب کارتی که دارم میبینم، خب البته میدونید دیگه الان لولای کارت من خیلی پایینه و شما اگه لولاتون رو لول 11 بکنید همه کارتاتون رو خیلی بهتر میشه. خب من کارت اول دوست دارم پکا رو انتخاب بکنم، مگا نایت از سمت حریفمون. بعد ببینیم چه کارتی برمی داره. خب الان به نظرم دستم بازه که یه بالون بردارم به همراه مثلا کارت به نظرم هانتر جالب بیاد. توجه کنید دوستان، بعد یه دکی بچینید که به هم دیگه کارتاش بخونه. مثلا الکترو جاینت رو با پکار نباید بردارید یا گالم رو با لاوار نباید بردارید، اینا رو میدونید دیگه قطعا. خب کارت بعدی به نظر من نسبت به چیزایی که دارم میبینم یه رویال دلیوری جالب بشه برای این ترکیب. و کارت بعدی به نظرم بیبی دراگون چیز خوبی باشه. فعلا میانگین اکسیرمون بالاست، بعد بیاریمش پایین، باید این اتفاق بیفته. میگم اگه لولاتون رو لول 11 بکنین قطعا کار شما نسبت به من خیلی آسان تر میشه، ولی من بازم با این لول کارت ها میتونم بهتون یه چیزایی یاد بدم. و کارت بعدی که میخوام انتخاب بکنم کارت اسنوبال به نظرم جالب بیاد. و همچنین کارت بعدی به نظرم یه مایتی ماینر هم چیز جالبی برای ترکیبی که دارم. میانگی اکسیر هم خوبه، اومد پایین از 4 و 6 اومد 4 و 1، ولی بازم بعد یه خورده بیارم پایین تر. و کارت آخر که میخوام انتخاب بکنم به احتمال 90% یه زپ یه بربریان برل خواهد بود. بله بربریان برل برمیدارم. الان نگاه بکنید ترکیب حریف رو نگاه بکنید با ترکیب من چقدر من بهتر تونستم کارتام رو انتخاب بکنم. اون فقط کارتای سایکل و خیلی سبک برداشت، ولی اینجا اینجوری نیست. تو مگا دراف فقط کارتای برداری که به چربه به کارتای حریف. اینجا زیاد اسکیل مهم نیست، انتخاب کارت مهمترین مسئله است توی این مود کلش رویال که اگه بخواید ایموت رو بگیرید باید این نکات رو بدونید. خب اینجا هانتر میزنم. خب یه ضربه میزنیم به ماینرش. اینجا به نظرم یه پکا از ته بزنم خیلی خوبه. لول حریفم هم زیاد جالب نیست، پایین لولش. البته بهتون میگم از وین اول تا وین چهارم که در واقع لیگ چهارم به نظر میرسه کلا با سه تا بتل میتونید تا لیگ چهار برسید. میگم کار خیلی آسونی دارید شما اگه لولتون هم 11 باشه همه کارتاش. یه بیبی دراگون به همراه بالون فوق العاده عالی و تاور افتاد دیگه، نیازی نیستش کار اضافه ای بخوایم انجام بدیم دیگه. حریف میگم که انتخاب کارت باید خیلی دقیق باشید. و اینجا هم که یه مایتی ماینر میزنم، یه بربریان برل
به همراه هانتر. خیلی عالی داره پیش میره قضیه. خوبه. اسنوبال تمام. به همین راحتی میگم اسکیل اصلا مهم نیست. شاید بگم توی مگا درافت اسکیل 10% موضوع باشه، بقیه تو انتخاب کارته. و البته فکر میکنم به خاطر اینکه من سیزن گذشته توی لیگ شرکت نکردم اینجا بهم وین کمی داد، نمیدونم چرا، چون که توی چند تا اکانتی که داشتم برای مشتری میزدم با وین اول بهم 11 تا پوینت داد، یعنی با یه وین رفتم لیگ دو، با وین دوم رفتم لیگ سه، تا لیگ هفت با 5 تا بتل کلن سر جمع شدش. و به خاطر همین میگم که اگه سیزن گذشته لیگ 10 رو تموم کرده باشید این سیزن کارتون خیلی راحت تره، چون میگم با 5 تا بتل کارتون خیلی راحت میره توی لیگ 5 و ادامهش هم که با 2 تا بتل جمع میشه. خب کارت بعدی به نظرم دوباره بالون. میگم دارم کارتایی برمیدارم که بیشتر باش حال میکنم و میتونم بیشتر باش بهتر پلی بدم. در واقع الکسیر گالم معلوم نیست داره چی میچینه، اصلا میگم توی مگا درافت اصلا مهم نیست چه کارتی بچینی، در انتها باید ببری و مثل تاپ لدر معمولی نیستش که حالا بگیم چیز یه دیکی برداره که جهانی باشه یا چی میگم دیکی برداره که درصد وین ریتش بالا باشه. اینجا دیگه نمیتونی این چیزا رو پیش بینی کنی و بعد خودت ترکیب خودتو بسازی. کارت بعدی به نظرم یه فایربال باشه. فایربال چیز جالبیه به نظرم توی ترکیبی که الان دارم. مگا مینیون چیز ستا مینیون الان برای ستا مینیون ها به نظرم یه اروزی چیزی بردارم چیز خوبی بشه. خب اروزو که برمیدارم قطعا. کارت بعدی باید چیزی بردارم که این بربرا بزنه دیگه، بربرا رو بزنه، بربر نخبه ها رو به نظرم. یه اسکلتون آرمی میخواستم اسپارکی رو بردارم ولی نمیخوام درصد اکسیرم بره بالا، برای همون اسکلتون آرمی رو انتخاب کردم. کارت بعدی که میخوام بردارم دیگه باید از آن انتخابش بکنم. میخوام یه کارت متفاوت بردارم، میخوام این رویال دلیبری ها رو بردارم که ببینم چطور جواب میده توی این ترکیبی که دارم. به نظرم خیلی جالب باید باشه. حتما رویال دلیوری خوبه. کارت بعدی به نظرم یه برل یا آره بربریان برل برداشتم. خب الان دیگه تانک این ترکیب من بالونه دوباره، یعنی چیزی که میتونم حمله بکنم فقط بالونه و حریفم چیزی که داره برای دفاع کردن بالون تا اینجا تا این لحظه یه بیبی دراگونه و سه تا مینیون، همین مون دیگه. و اونا رو میگم یه عروض برداشتم که سریع سه تا مینیونش رو ببرم و بیبی دراگونم نمیتونه آنچنان جلوی بالون رو بگیره به تنهایی. خب بربریان برای از ابتدا شروع میکنیم. عروض و لولش هم که 8ه. حالا خوبه من میگفتم لیول های من خیلی پایینه ولی این پایین بعد جور لیول پایین تره. خب یه دارک پرینس برای والکیری، یه فایر اسپریس میزنم تا اکسیرام حروم نشه. فکر کنم میگا مینیون الان نداشته باشه. آره دیگه نداره چون تازه استفاده کرده بود. حالا وقت اسکلتون آرمیه. اسکلتون آرمیه ما هم لیولش 9 و خیلی ضعیفه. نیازی سیگه اینو دفاع بکنیم مینیون ها رو. و یه رویال دلیوری از ته میخوام پلی بدم و به نظرم که خیلی راحت بتونیم این بتل رو ببریم. میگم انتخاب کارت رو توجه بکنید تا انتها. مطمئنم ایموت لیگ ده هم میگیرید، مطمئنم، یعنی میگم در اون حدی نیستش که بخواید حالا بگید خیلی چیز سختیه. البته من تو دو سه تا اکانت الان لیگ ده کردم تموم شده، اونا هم چون لیول های تمام کارتاش
11 بود خیلی راحت تونستم این کار رو انجام بدم. حالا این اکانت لیولش خیلی پایینه و متاسفانه اکانت دیگه ای ندارم فعلا برای ویدیو گرفتم، مجبور شدم که با همین لیول کارتا یه ویدیو بگیرم. دارک پرینس، امیدوارم به الکسیر کارما برسه. بله میرسه، قطعا هم میرسه. یه رویال ریکوئر، هی میگفتم رویال دلیوری، اسمش رویال ریکوئر بوده. رویال دلیوری اون یه دونه ایه که از هوا میفته پایین، سه تا اکسیر میخواد. خب سری اروز، عالی، خیلی عالی داره پیش میره. اسکلتون آرمی، تمومه دیگه تقریبا. یه فایر بادم میزنم، یه فایر اسپریت، چه فایر اسپریتی، امیدوارم بزنه تا بره. لعنتی نتونست این کار رو انجام بده. فقط امیدوارم که یک نشم، نمیخوام یک بشم تو این اول بازی. نه این اتفاقم نمیفته. بریم داشته باشیم یه بچه دیگر رو، یه سری نکات دیگر هم بهتون بگم. امیدوارم که اون کارتایی که میخوام رو به هم بده تا بهتون بگم توی اون کارتا چه کارتایی رو انتخاب بکنین، اگه کارتایی سایکل به نظر. البته خب اینجا تقریبا همون چیزی بود که میخواستم بهتون توضیح بدم. ببینن توی این ترکیبات، این کارتایی که دارم میبینم، چیز درست درمانی نمیشه برداشت. کارت ها خوبه ها، ولی نمیتونی با هم دیگه جمعش بکنی یه ترکیب خوب بسازی. پس بعد همون کاری که گفتم، خب الان لاوا رو پلی میده، ما هم میایم یه اینفرو دراگون پلی میدیم که هی میخواستم میگم اینفرو تاور، چون اینم تو ذهنم بود، ولی اینفرو دراگون بهتره، گزینه بهتریه. بالونم که نداره، بخواد به خاطر لاواش یه بالون برداره و میمونه کارتایی که من حواسم نبود نوبت منه حاجی، اصلا حواسم نبودش که نوبت منه، اشکال نداره. خب ویچ به همراه خب دوستمون اومده که فقط یه ترکیب چیز داشته باشه و بره دیگه، ترکیب میدلدری. ما هم اینفرنو تاور رو برمیداریم به همراه دیگه، باید بریم سراغ رویال جاینت. کارت بعدی که میخوام بردارم به نظرم یه لایتنینگ چیز جالبی بیاد. آره الان دیگه لایتنینگ خیلی خوبه، قطعا لایتنینگ رو میزنم، ولی درصد اکسیرم داره میره بالا، باید بیارمش پایین و یه برل برمیدارم، چون کارت های دفاعی که میخوام و برداشتم دیگه، دیگه برای دفاع کردن اصلا چیز دیگه ای نمیخوام. میدونم مثلا کارت به نظرم یه رویال گوست هم خوب باشه برای کارت رویال جاینت، خیلی مناسبه این کارت. و کارت آخرم هانتر. پس تو ترکیبی که الان دارم، تانک من کارت رویال جاینت، برخلاف بتلای پیش که بالون بود، این دفعه رویال جاینت که واقعا چیزی از بالون کم نداره. و برای از همین اپیزودای بازی پلی میدیم، خیلی عالی، ضرباتی وارد شد، یه هانتر از عقب. اوکی آخ آخ آخ، بعد اینو بگیریم. تنها اشتباهی که کردم رویال گوست رو خیلی دیر زدم، همطور که دیدید ویچ به هم تاور خورد و هم به کارت ارزم به خدمتون که هانتر. دوباره هانتر رو پلی میدم، خیلی عالی، یه خورده دیر انداختم، بعد زودتر میزدم که کارت ماینرش هم از بین میرفت، ولی اشکالی نداره، چیز زیادی از دست ندادیم. یه خورده دمیج این بتلمون بالا بود، یعنی دمیج زیادی من وارد شد، ولی میگم با لاواش فقط میخواد حمله بکنه دیگه، تانک این ترکیبم قطعا لاواه. یه رویال جاینت میزنم به همراه لایتینگ احتمالی، البته ببینم چی میندازه برای رویال جاینت. من لایتینگ رو میزنم، به هر حال باید خیلی سخت شد قضیه.
فکر کنم تاور دادیم به حریف. آره فکر کنم تاور رو دادیم، البته لولش 8ه. بازم نمرد، میگم بازم تاورمون از دست نرفت با اینکه یه خورده میس زیادی دادیم. ایفر تاور رو اینجوری میزنم، این پرنتاور رو یه خورده بعد انداختم، بعد یه ذره فاصله میدادم، یه هانتر و آجی بازی داره دستم در میاد. لایتینگ رو بزنیم، خوبه، خوب جمع شد. لایتینگ واقعا نجاتمون داد. یه رویدال گست، خوبه. هانتر قطعاً گزینه مناسبیه، البته که بعد خوب میزدم که این اتفاق هم افتاد. و حالا وقت رویال جاینت. البته که یه لایتینگ هم بعد اینجوری بزنم. ایوان تاوه رفت، بله فاصله 12 ثانیه بمونده به بازی، تونستیم تاوه رو، تاوه دوم رو بگیریم. میخوام یه بتل دیگه براتون برم تا بیشتر نکات رو بهتون در واقع گفته باشم. یه بتل دیگه، خیلی کارم سخت اگه بخوام این اکانت رو ادامه بدم، چون یه دونه یه دونه داره به من پوینت میده، ولی تو اکانت های دیگه میگم چون اکانت های دیگه رو زدم. خب دوستان بتل آخر رو داریم و کارت هایی که دارم میبینم، خب الکترو جاینت الان به جای اینکه یه کارتی برداریم که برای حمله باشه، بعد یک چیز برداریم که باشیم دفاع بکنیم. یه بام تاور به نظرم کافی باشه، قطعا کافی نیست، ولی بام مینیون، بام مگا مینیون، در واقع مینی پکا، این قضیه خیلی برامون بهتر پیش میره. لایتنینگ و بیبی دراگون خیلی داره خوب کارتاشو برمیداره، ما هم باید هرچه سریع تر دست بجمون بونیم و یه گوچ برمیداریم. کارت بعدی میخوام از کارت بوف، یعنی کارتی که تازه باف شده، راسکالز استفاده بکنم. کارت خیلی خوبیه، از گذشته واقعا کارت خوبی بوده و الانم که دیگه خیلی بهتر شده به خاطر پخش شدنش. این سه تا کارت از هم دیگه خیلی پخش تر شدن و دیگه یه گوشه نیستن، نمیشه راحت جلوشو گرفت. گریویارد رو هم برمیداره. من برای گریویارد یه دونه دارت گوبلین برمیدارم، چون میتونه راحت جمع کنه گریویاردش رو. کارترهایی که داره واقعا برای دفاع کردن خیلی کار سختی دارم، میگم کارم خیلی سخته. تورنادو، اگه تورنادو رو بر نداره، کارت بعدی که برمیدارم قطعا تورنادوه. خب تورنادو رو برمیدارم چون میتونم اکتیو بکنم که این تاور رو اگه یه خورده سوتی بخواد بده، به همراه کارت مثلا رویال هوکس و راسکالز. اولین کارتیه که میخوام پلی بدم، ولی به موقعش میخوام ببینم چیکار میکنه، حمله میکنه یا نه. اسکلتون کینگ رو از عقب میزنیم ببینیم چی میشه. یه دارت گوبلین هم که دارم. حالا راسکالز، تورنادو اکتیف شد کینگ تاور، ابیلیتی، تاور رفت به همین راحتی. واقعا فکر نمیکنم اینقدر ساده و راحت بخواد تاور به همون بده. دارت گوبلین، مینی پکا، خب نیازیستی که دفاع بکنیم کارتاش رو. رویال هوکس به این شکلی که میبینید میزنیم تا هم تا بره سمت راستش کامل از بین بره و یه دمیجی هم بتونیم به سمت چپش وارد بکنیم. فکر کنم حریف بتل رو بل کنه چون کارش رو ساختیم دیگه. البته نه
الکترو جاینت رو از سمت چپ پلی میده از عقب عقب. منم اینجا یه رم رایدر اینجوری میزنم. اوه اوه فکر کردم بچه رو ویل کرده، وگرنه این کارو نمی کردم، قطعا این کارو نمی کردم. دارت گابلین یا به نظرم یه بومتابه رو میندازم اینجوری کم بتونه الکترو جاینت رو جلوش رو بگیره. هم کارتای سمت راست که دارم میان، اوکی خیلی خوب داره پیش میره. میخوام بتل سریع تموم کنم. میگا مینی پکا به همراه دارت گابلین و ابیلیتی و تمام. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما لایک کامنت سابسکرایبتون نره. مرسی تا ویدیو بعد.